Judgment with John Jarin قرار فار سی برونا اومدیم با لایو پیشرو و تسلو. آقا این لایو بسیار هیجان انگیز و جنجال برانگیز و حتی حادثه ممکن انگیز باشه. خب این چرا بهت میگم؟ چون که ممکنه هر اتفاقی توش بیفته و تعریفات زیادی شدیم، یعنی ما هر ویدیو گذاشتیم از دیشب تا حالا یک بار پچا لایو پیشرو نمیری، پچا لایو پیشرو تتلو رو نمیری. خب که اتفاقا حسین و حسین توهی هم توش هستن. خب همه اینا رو میدونین خودتون. من خودم میخوام اینو بگم که آقا من بیشتر چیزی که دارنش خیلی هیجان زدم، یکی این که ببینم حسینا با بچا چی صحبت میکنن، یکی این که اون قسمتی که پشه رو بیشو میکشه اتفاق میفته، چون شیلن که مثلا خیلی واکنش عجیب غریبی نشون میده. بریم معنی ببینیم. فقط بچا قبلش نگه این تازه من اینطور کردم، حتما دکمه سابسکرایب و زنگ رو بزنید، فشار کنید، بزنید بیرون خود ویدیو تو دیسکریپشن برید تو پلتفرم اصلی هم نگاه کنید که یوتیوب پیشرو هست، عاملش اونجا هستش دیگه حاجی. ما شاید قسمتش رو ببینیم. تو از این حرفا نام و یاد ذکر هشتگ گنگ ترین رو بریم که ویدیو رو هم دیگه داشته باشی. مسیج دادن لنز رو تمیز کنیم. تمیزه این همین واقعا تمیزه کلا پس خوبی میاد میشه یکم پاره آره فیش پایین بیشتر حمایت کنید از خونه خوبه آره دیگه داش واسه ما به سمت حقیقت واسه آخه گفتم انرژی منفی ندارم وقتی یه لایک دادیم بیگ بنگ دادیم توی یوتیوب درآمدش 700 دلاره کسکشا چی بعد مسیج میدید دوربینتون فلانه حالا جانه بیا پولشو بده یا تو هوادار کسکشی پول دار بیا یه دوربین آخرین مدل بخر خیلی آنش میذارن داشت عشق گذاشتن این مثلا چه همه کار میکنن همه جو برات حساسن دوست دارن داشت عشق گذاشتن دورت بگردم دورت من دارم به خود با بزن کنم بزن جون سیاه بارو اجی با دست و کاغذی تمیز نمیشه. ولی چیزی که هست اون درآمدی که تا روز اول بوده هنوز درآمد کامل نشون نداده. مثلا تا 3 یا 7 درآمد خیلی بیگ بخ خدا بود اجی. چون درآمد مثلا آپدیت میشه. خب بعد چه به تعداد روزا میگذره خب آپدیت میشه. من فکر می‌کنم نزدیک 2-3 تا برسه. تا بعد دو روز روز اولو نشون میده. اینم هست مثلا. آره. آبی دیگه شو حسین های گل. میذارم تو نزدیک. شما رو عطر داشته باشن. میذارم مثلا اینجا. داش حسین. خیلی چاکرم. الان میاد داش حسین کدوم بعد جواب بده؟ من نمی‌فهمم الان خیلی جالب شده دوستان. عالی باشه. میگم امروز فکر کنم تا نیم ساعت یه ساعت به نمبر 1 هم رسید الان. آره. بعد داشتم یوتیوب رو می‌دیدم. دنیا رسید به نمبر 1. آره تا نیم ساعت 45 دقیقه نمبر 1 بعد ما نمبر 3 بعد بعد همینجا من از هوادارا و از همه هوادارا هوادارای داش حسین دمتون گرم. آقا دمتون گرم. من بعد ببینم دیگه همه ماها به یه جایی میرسه، یکی دو میلیون میشه ترکا دیگه روش نمیکنه. وقتی که واقعا همه میتونن تو یه روز یه آهنگ یه میلیون کنن چرا ادامه نمیدن؟ یه ذره بریم تو چهار تا بمونیم، بریم نامبرامون بیشتر شه، ولی هم حمایت مالی بیشتر از آرتیست تو خیلی بهتر خوب میسازیم، دوباره انرژی میگیریم. اینجوری شما راحت میاد یه بار تلگرام میزنید رکورد میزنید میگم یوتیوب و بعد میرید از تلگرام میشنوید بعد از چیزایی که مجبوریم. آره دیگه اینو ما گفتم داش حسین. من گفتم که هر جای دیگه جهان این اتفاق افتاده بود لااقل آرتیست ها هر کدوم یه لامبورگینی یه فراری چیزی بعدشون میرسید. اینجا شما گفتی درآمدمون چقدر بوده؟ $700 درسته؟ $774 از گمجون بیو. $774,000 درآمد ما بوده. واقعا خجالت $1,000 نده بوده چی؟ $1,000 نیستش، اشتباه داره میگه. منظورش 700 ولی من اینا زود دارن قضاوت میکنن، چون که اون میگم اون روز اولش بعد از دو روز تازه ویدیوهای روز اول حساب میکنه. میدونی چی میگم؟ اگه مثلا از اون 1,000,000 درصد زیادیش از ایران باشه، آر پی ام ایران باشه که صفر باشه، اون موقع بده. اون خیلی راست که بده. ولی حاجی بازم با 1,000,000 نفر یه لامبورگینی سر باز کسی نمیافتاد. خب بیشتر لازم نشه. نه واسه اینجان به جای نمیرسه. لامبورگینی گرونه. لامبورگینی گرونه. هنوز ما رو بریم. میکشید واقعا مردم هوادارا خجالت نمیکشید؟ یعنی واقعا خجالت آوره. وقتی شما به قول داشتوی وقتی شما تونستید یه روزه بکنید 1,000,000 الان برای چی ادامه نمیدید؟ وقتی ما رسیدیم به اول دنیا برای چی میافتیم 3-5-7 همینجوری بریم پایین؟ تو خب بذار ما شنیده شیم آدم اونجوری دوست دارن ما رو کنار هم ببینن دیگه. این هم هستش، ماها رو اینجوری اونا هم توقع دارن ما هم ممتد همین جوری که هستیم ادامه بدیم. ادامه میدیم ما ادامه میدیم داشت حسین رحمتی. داداش نمیذاریم آهنگ براشون اینجوری هم چیزشون نمیکنیم. یه ایده ای داشت حسین، گفتم اینو تو لایو بگو لطفا. اینو لطفا میگی چی بوده ایده حسین رحمتی؟ داداش آره نه ایده رو که اون یه چیزی حسین شیر کرد تو گروه نسل جدید یا مثل که میخوان رکورد بزنن و اینا. ما هم گفتیم در تواضع بسیار زیاد میتونیم در اختیارشون بذاریم، خودشون برن روشون بخونن، ما هم ساپورتشون میکنیم. نظر منم اینه که از چنل این پسر رفیقمون کیه پوتک از اون پخش کنید که زودتر یه میلیون بزنید. آها داره مثلا میگه که آجی یه جورایی یه تیکه ریز داره میندازه، میگه بیت ما میدیم
که یه هولی هم داشته باشین. خب مثلا هول مثلا اسمی دی آقا مثلا بچه‌ها دستکم پشتش شدن، بعد یه هول از طرف پوتک که مثلا ویو اونجا مثلا سابسکرایبش هم بیشتره، خب یه هول هم اونجا ان شاء الله که برسید. آره خنده آخرش میگه، یعنی خیلی داشت خیلی مثلا جدی بود، نمیدونم شو خوده جدی بود شو خوده نبود. حالا لازم تاشمونید که تو تام یه ویدیو بزنید. آقا یه میلیون چی رو بزنیم ببخشید؟ یه میلیون ویو رو دیگه، قرار بود رکورد ما. آها 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 متوجه شدم الان تازه. خلاصه کمک الان من نفهمیدم تیکه بود حمایت بود. آقا تیکه چی ما داریم الان اصلا؟ نه داداش راست میگه. داداش حسین داره راست میگه داداش. وقتی برمیگردید میگید اینجوری ما بیتو میدیم دستتون، برید از چنل هر کیم بسازید استفاده کنید. از حسن بیا من خودم کامیونیتی میکنم براتون. اصلا من خودم برای کامیونیتی میکنم. اگه یه روزه به یه میلیون رسیدی من این شلوارمو میکشم پایین تتوهایتونم ببینم. وای حالا چرا باید این کارو بکنم آخه؟ یه روزه خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. تتوهایشون رو ببینید اصلا میگه در یک آن لحظه اصلا جدی باشه الان دیگه هیچ شما جدی نیستش دیگه. آخه من یه لحظه بذار سینکینش بکنم. بامزه بودش، بامزه بودش. بریم بریم. همین که داداش من میبینم واقعا کامنت ها و ریاکشن ها همه دارن عشق میدن. بعد یه سری فقط به خاطر اینکه خودشون رو بگم مثلا متفاوتن با بقیه، که واقعا هم این خیلی تاثیر بعد تو انرژی و روحیه آخری خواننده و آرتیست میذاره. همه ما هر چقدر بگیم برای اون مهم نیست، ولی یکی میاد یه نظر بیخود میده به یه بیگ بنگی که فقط کنار هم دیگه چهار تاشون کنار هم گرفتن همون بس هستن. اصلا تو کاری نداره که خیلی چی دیگه، انقدر این ترکیب خفن و رویایی تازه آهنگم همه حال کردن. خب نمیام کار مثلا تازه کار دو روزه ما بوده واقعا. همه تو آهنگ خوب بود ولی صد ما نبود. صد ما نبود داداش، من پای تلفن آهنگو براتون نخوندم مثلا تمومش کردیم داداش. من داداش آهنگ تو داده به نظر من این آهنگ 20 ما هم نبود. من خودم خودم به شخصه امروز باز دوباره حسین تویی چند تا بیت خوب فرستاد، حسین رحمتی چند تا بیت خوب فرستاد، رضا چند تا بیت خوب رو کرد، اون بر تنظیم کننده هامون حسن بابا اونا بهشون برخورده دارن چند تا بیت خوب فرستادن. یه فضای خوب اون وقت ببین یه فضای خوبی که بشه روش هنرنمایی کرد، یعنی حسین راحت باشه بتونه همون جوری که بعد یه غمی داره صداش بتونه کار انجام بده، تویی بتونه اون پانچای قافیهاشو بزنه، رضا بتونه رایمازیشو بکنه، من بتونم داداش از صدام استفاده کنم. من بتونم حاجی حاجی آقا من نمیدونم اینا همه میدونن اینا چرا آخر به این 20 شون اتکا کردن اینا دادن. یه اونم می‌خواستن سریع به انجام بدن، من ندیدم مثلا می‌خواستن این همکاری سریع بدن بیگ بنگو بزنن. مثلا که اگه اینجوری باشه بیگ بنگای بعدی بیگ بنگ بنگ مثلا این چه میگم یه مقدار اصلا گنگ بنگ شاید باشه اصلا این چه میگم ببینیم چی میشه. آجی شت شت آره اون موقع تازه بفهمید ما چهار تا چیه. در این حد حمایتی که دوستان من میگم در این حد حمایتی که از ما کردن درآمد 700 دلار ما باید میومدیم تو اون چهار تامون میگوزیدیم. حالا همین هم به خدا زیاده. ولی ما حمایت میکنیم تیکه هم نمیگیم اصلا حرفا. آدمی که بی ادب رو باید ادب کرد دیگه، حالا با حرف یا بعضی وقتا با طعنه یا تنبیه یا هر چیزی که لازمه. من میگم که فرقی هم نداره سن سالش چی باشه، بی ادب بی ادب دیگه درست. خب به ما بی ادب بی ادب به آدمی که شاید تو رو ببینه از کارهای تو هم خوشش بیاد کار زشتی رفیق به نظر من همین. باشه رضا میدونی داستان چی آخه؟ آخه میدونی چی اینا میبینن ما خودمون به هم دیگه فوش میدیم داش حسین داش رضا ما هم دیگه آخه اون موقع داش ما اشتباه ما که نه ما رفیق قدیمی این کارو انجام میدیم. شما حقش نداری این کارو انجام بدی. ما تو همین گروهی که زدی صد رو دوام شده از در، ولی همون موقع آشتی کردیم و با هم دیگه یه لول رفتیم بالا. مثلا الان فرق داره با کسی که ما رو نمیشناسه اصلا بعد میاد یارو بی ادبی میکنه بی احترامی. داداش الان مثلا رضا برای من یه دونه آهنگ دیس خونده. حاجی قبول دارم ولی الان دقیقاً منظورش بیاد البته آها فهمیدم فهمیدم. آره راست میگی الان که یه دفعه کردم یادم یه لحظه الان اون بچهای چیزو که خیلی بولدن تو زمان معرفت هم میگم نیست هیچونشون حرف بدی زده باشن. حالا جدا از اینکه نفس کار یه جوریه که آقا داریم میگه آقا بیام رکورد اینا رو بزنیم، جدا از اون کلا دل خودت شب مثلا بگی آقا بیام یه کاری کنیم مثلا رکورد اینا بزنیم، ولی مثلا بیای تو پابلیک انگار که من در برابر مثلا یه سری دیگه هم قرار بگیرم اون که مثلا دیگه دیس میدن مثلا توش فوشم میده به اینا. خب اونم باز هم بی ادبی حساب میشه. همین الان لایو بودیم با آرام داشتیم نبوده همین صحبت کردیم آقا مثلا میتونی آقا تو دیس بزنی. خب طرز تفکر یارو اون چیزی که داره مثلا در موردش صحبت میکنه رو مثلا نقد بکنی بگی آقا راهی داری میری اشتباهه. نمیدونی خود یارو رو بیای مثلا که اتو هزار برابر مثلا بیشتر زمان کشه کار کرده یا هر چیزی بیای اون خود شخصشو بزنی میدونی چه میگم. احساس میکنم که اون جایز نیستش. حالا باز آها یادم رفتش بیام اول ویدیو بچا لایک یادتون نره و کامنت ها نظرتون در مورد حرفای ما در حرفی که زده میشه اینجا بزنید. حاجی خیلی باحال است میخوام ببینم که مثلا پشه چیه پشه. خب 20 سال هر جا من وام کنم اون زیر تو بازش دیگه دایوس ما دکتر رفیقیم ما یه شوخی کردیم. حالا اون من به امیر اونجوری گرفتم امیر مثلا یه جایی یه چیزی به من زده بس تعریف پیدا می‌کنی خیلی بده یکم
میدونی به نظر من باید احترام بذارن. حالا بچهای نسل جدید کسایی که این کارو شروع کردن خیلی مهمه داستان. ببینین چی بهت میگن، یعنی یه دونه گیتار رو میذارن به قدمتش، مثلا میگن این گیتار مال مثلا 1990 فلانه، قیمتش گرونتر. یه دونه گیتار میمونه قیمت پیدا کنه، یه دونه درخت میمونه میگن این درخت کهن قیمت پیدا کنه. ما چهار تا هنرمندیم که از دل غار اومدیم اینجوری بیرون، براتون سرپامون موندیم همه جا. از این زیر زمین چهار. از این زیر زمین. مگه تو مارکت همه آمریکا داکتر جای استون و اینا که اولیا قدیمی‌های داستانه، الان بهشون جدیدی‌ها دارن بی‌احترامی می‌کنن، به جای اینکه فقط به عنوان اسطوره بهشون عشق بدن، حال بدن، یه کاری هم می‌کنن. صد برابر مثل همین بیگ بنگ که ما کردیم، همونا هم چهار تایی اجرا کردن تو سوپر بول، همون کنسرتشون ترکی. داداش وقتی همه قدیمی ها اولد و من دیگه تو هر جای زانه جمع میشن، نسل دیگه باید احترام بذارن، نمیذارن دیگه. این حاجی خیلی حرف درستی زد. خب میگه هم به قدمت هم به قدرته، قبول دارم قبول دارم، ولی مثلا یه سری هم هستن که حالا شاید قدمت داشته باشن، ولی خب مثلا اون چیز خودشون نگه نداشتن، این کلاس خودشون یا آرتیستو نگه نداشته باشن. آره که داریم مثلا نمونهشن، ولی خب حالا میذاریم، ولی حالا بگذاریم دیگه. بریم واقعا بعد داداش این نسل جدید اصلا من کاراشون خودم دنبال میکنم، چیز زیاد دهن پرکنی ندادم بیرون که اینقدر داشت. آره دقیقاً مثلا لحاظ شعری بابا یه چی بدید بیرون، یه شعری بنویس که فقط حالا اتفاقا یه جا یه رضا حالا که خفیفیت من میخوام این اینجا باشه، من میخوام این اینجا باشه که مردم حس و حال این تلفنی صحبت کردن رو بگیرن وقتی تلفن تو کار نیست. داشته دو تا هم میره یکم جلوتر، خش تا هم میره یکم. ببین من میگم حسین میگه مثلا کار دم پر کنه، کارهای خوب که دادن، ولی مثلا دم پر کنه ازش چیزی که مثلا دم پر کن شاید مثلا اونی که کل مارکت رو مثلا جا به جا بکنه هنوز شاید ندادن ها، یه همچین استایلی. برای کارهای خوب که زیاد دادن بچه‌ها، خوب زد دادن. آره ولی آره نم از نظرشون یاد میاد اشعاری مثلا پوشرو شعر خوب مثلا خیلی مهمه مشخصا گفتش که اینا فقط آره سامان بود گفت من هر کدوم نگاه کردن اینا فقط دارن از گنگ میخونن و از نم چی میخونن از آره مثلا. ولی خب آخه تو دریل هم معمولا همین موضوع خونده میشه. من چی میگم ببینیم حالا حرف زیاد در مورد این زدن. بریم آره رفاقا نزدیک ترشید عرضم به حضورت که من بگم بخشی میلو کردم هم همتون. ببین ما کلا ما از روزی که کلا همین آهنگو زدیم، این عشقی که چهار نفر کنار هم دیگه به وجود اومدن که دری برای هزاران کار جدید میشه، و اینو وقتی یکی مثل مخاطبین رپ فارسی میبینه، آدمایی که میفهمن این انرژی و این قدرت اون بیگ بنگو میان احترام میذارن عشق میدن، اونایی که نمیفهمن میان مسابقه میذارن بین ما خود چهار تا کی بهتر بود اون ریتم این فلان کرد. اصلا داشین خبرو نیست، تو نباید همچین حرفی در مورد اتفاق بزرگ قشنگ بزنی. من یه چیزی این کوچیکو بگم این وسط، ببخشید اون داستان خروس و تخم مرغ میرید اصلا میدونین چه جریانه. حاجی ایمن، حاجی ایمن گفته بودش که توضیح داده در مورد این جمعش گرم حاجی. وایسا من دیدین چقدر حرف زدم، آقا این یه معنی توشه، حالا این که اصلا ما نمیفهمیم قرار نیست مثلا بی معنی باشه. حالا گوش بدین اینجا چقدر کیفیتش رفت بالا ویدیو حاجی، هی عوض شده میشه اینترنت دیگه. آقا یه خروسی با یه مرغی با هم بودن، این تخم مرغ به دست اومده. چه قشنگه داریم راجع به کار حرف. این تخم مرغ به دست اومده، تخم مرغ اثر توئه، اون چهره هنری توئه. خب خب چرا میرینی رو اون تخم مرغ؟ این داستان این حالا باز من بله. یا آقا منم گفتم یکی نیست بگه از نسل یک تا چهار وقتی ما رد میکردیم شما بودید که روات به سن و سال نیست، اصلا ممکنه نسل چهاری من میشناسم الان هست 30 سالشه، اصلا رفتی به سن و سال، به سن و سال اصلا به من پیر این کار نه سروشو میگه دقیقا سروش به اولیش رو میگه 30 سالشه دیگه، بقیه که سنشون پایین تره. خب سال نیست اصلا ممکنه نسل چهاری من میشناسم الان هست 30 سالشه، اصلا رفتی به سن و سال، به سن و سال اصلا به من پیر این کار نگی بهم برمیخوره. تو داداش موهاش سفید شده، داداش من پیر این کارم، این پیر این کارم، اون پیر این کارم، اون پیر این کارم، نمیدونم چه میکنین اصلا. تو راه رپ موهاش سفید شده، بگی داداش این مرد درسی هم نیست، داداش این بغلم نیست، داداش جان داخته شروع کرده آب داده پای این درخت خوش کرده. داداش ماها قبل از اینکه هر کسی، کسایی که رپر مورد علاقت من چه از نسل یک تا نسل چهار به جز یکی دو نفر، ماها اولی بودیم دیگه، غیر از این که نبوده که. من اومدم فکت رو یه واقعیت رو گفتم، اصلا هم دیس بوده. آره دیس به اون بی ادبی بوده که بی ادبی کردن از نسل جدید. حالا من یه چیزی بهت بگم، ما اولی بودیم و آخریش هم هستیم. داداش میدونی چرا ما اولی بودیم و آخریش هم هستیم؟ میدونی چرا؟ چون داش رپ خوندن فقط قافیه پشت هم چیدن نیست، داش رپ خوندن باید به خاطر هنر زندان کشیده باشی، رپ خوندن باید چونت پاره شده باشه، رپ خوندن داش باید توی ارمنستان بری دست مواد فروش مواد بگیری، رپ خوندن میدونی باید بری توی آسمون و فرشته‌ها با آمریکا تنها چونت پاره بشه، رپ خوندن باید بری از مرز قاچاقی رد شی چونت پاره بشه اونجا، رپ خوندن اینه هر کدوممون که یه جوری میدونی چونمون پاره شده که سنگین باشه حرف. یه بچه ده هشتادی که چونکش با بنز میره میاد با بنز باباش، چی داره دیوس بیاد برای مردم بگی؟ آخ 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 قاطی کرد. این کی بوده با بنز باباش رفته میمده این داستان؟ نمیدونم ولی حرفشو میفهمم چی میگه. میگه آقا مثلا ما که به خاطر این کاری که تو الان داری روش انجام میدی مثلا خیلی زحمت کشیدیم، کلی مثلا چی بهش میگن سختی کشیدیم، بگاهی دادیم، بگاهی مادبانش چی میشه سختی کشیدیم،
نه بگید مثلا یه اتفاقات بعدی رو مجبور شیم متحمل بشیم. خب به خاطر موندن و مثلا ساختن این راه تو نمیدی بیای مثلا به من بیعت میکنی. باز من میگم سر داستان این مثلا راه و طرز فکر و اینا میتونی اونو نقد بکنی، نه خود شخصیتو. بنز باباش چی داره دریوس بیاد برای مردم بگه؟ داشت چه سنگینی داره اون کار، اون نهایت میتونه بیاد بخونه غیر بدن مردم. ولی اگه بخوای رپ بگی از دل اجتماع بگی داشت باید چونت باره شده باشه تو این کار. مثلا تو مثلا چونت از چی میسوزه مثلا ما این دنگای دیگه رو دادیم مثلا؟ نه ببخشید سوال منو جواب بدم، ببخشید شما اصلا ببخشید اون آدمی که چونش از به چی من حسودیت میشه واقعا؟ داستان چیه؟ به زجری که ما میکشیم میتونیم کفشامون عوض کنیم با هم ببینیم که داستان چیه؟ خیلی فرق میکنه، همه چیز ظاهرش فرق میکنه. تازه اگر ما خیلی وقتا به پول و فلان رسیدیم همین پول بیشتر مشکلات بیشتر من غیر از این. خب اینا رو ما باهوشیم، بازی رو بلدیم، اینا فکر میکنن ما بلد نیستیم. آقا تقدیر ما رو دور کرد و اینا رپ فارسی خیلی حالش بهتره. و اینم بهت بگم ما هر جا دستمون رسیده به هر کی رسیده کمک کردیم، کاراشو گوش کردیم، گفتیم ورس بفرست. الان خود داش حسین رحمتی چند نفر آورد به رپ فارسی، خود رضا پیشتو چند نفر آورد. واسه چی برمیگردیم مثلا؟ خود حسین توری چند تا بیت ساز آورد، با چند تا اینور اونور فیت داد، با اندی اینور اونور فیت داد، همه اومدن گفتن. اینو فکر کنم از چیز ناراحت بود، از ریوار ناراحت بود. اینجا آره پیشو رو نه خب تالنت پیشو که نبود، خودش کار میکرد ولی پیشو مثلا حمایت کرد بود با توی مثلا آلبوم آوردنش و این صحبت ها. منظور اینه. و خود ریوار مثلا یه واکنش یه جورایی مثلا میشد مثلا برای پیشو ناراحت کننده نشون داد دیگه. میشد میگن درک زننده بود، بر اونور فیت داد با اندی، بر اونور فیت داد، همه اومدن گفتن آقا حسین تویی اومد، نمیدونم رید تو سبک خودش. در صورتی که به نظر من حسین تویی رپ رو همه گیر کرد، یعنی یه کاری کرد که یه کاری کرد که اون که اندی گوش میداد الان داره اومد آهنگ حله رو گوش بده. حسین تویی اتفاقا کار بزرگی کرد. 12 سوبر فلکی شبیه هم نیستن، یه چیزایشون شبیه همه، عناصر با هم متفاوتن اما هستی رو کامل میکنن. کلیت داستان اینه، اگر پا دادین به این قضیه پا دادین، اگه پا ندین جز عناصر محسوب نمیشین. کلیت به نظر من برای رپ فارسی این نظر منه، بانک احترام من همیشه حفظه. میدونی من احترام میذارم، همه احترام میذارم. من میگم آقا من میگم آقا بیا احترامو حفظ کن، احترامو بذار، بیا چا جایی هم که مشکل داری. ما میگیم آقا اگه تو راهمون سرعت مشکل داشتی میگیم آقا رضا روت کار کنه، میگیم اگر دیدیم تو سنگینی مشکل داری میگیم آقا حسین رحمتی کمکت کنه، اگه دیدیم تو ملودی مشکل داری من خودم کمکت میکنم، اگه دیدی توی پاپولار شدن و پانچ لاین و قافیه های خوشگل فانتزی کار داری میگیم حسین تویی کمکت کنه. اگه اینجوریه ما هم میاریم بالا، مشکلی هم نداریم. ولی اگه بخوای گو بخوری و رنده میکنیم بره داداش. دقیقاً ما الان همه ارتباطاتمون رو تو چون یا من کمرم پره آقا داستان اینطوریه که اتفاقا من منظورم اینه، ما با خیلی از بچه‌هایی که تو مسئله کار می‌کردن در ارتباطیم، منظور من اونایی که ما باهاشون داریم کار می‌کنیم و در ارتباطیم نیست، منظور من اون آدمایی هستن که کلاً جبهه گرفتن رو روبروی ماجرا. مثلا فکر می‌کنن ما می‌خوایم علیه اونا، نه ما می‌خوایم داستان عناصر مختلف جمع بشن، پرچم ایران بره بالا، پرچم همه چی بره بالا، کارمون نشون داده بشه. آقا خیلی از کارا نیست، مثلا ممکنه ما 10 سال پیش کردیم اگه واسه دنیا پخش می‌شد کوالیتی بهتر داشت بیشتر می‌گرفت. حاجی راست میگم، یه چی بگم الان حرفی که زدم میگم ما اصلا نخواستیم مثلا بخوایم جبهه جلوی یه سری دیگه بگیریم که بیان مثلا داستان بکنیم و فلان و این حرفا. الان یه چیزی که الان به ذهنم رسید خب اینه که مثلا وقتی خیلی از آخه چیزا هستن، بچه‌ها هستن، مخاطبا تا قبل من میشیدم که همش تو کامنت در واقع میدیدم خب که نوشتن آقا دیلی چیه سر آدم درد میره کوسچر فلان و این صحبت، من نمیتونم حتی دونم گوش کنم این حرفا. و اون فکر میگم فقط از بعد یه ذره خب بایس هستم بچهای نسل 4 دیگه که میام مثلا میگن آقا فقط نسل فقط فلان فقط اون قدیمی ها. خب الان که مثلا میاد رهبرای محبوب قدیمیشون میان دریل میخونن، خب او پس دریل آقا لجیتمته، میدونی چه میگم لجیته، پس بیام ببینیم بقیه چیکار کردم. میدونی این خودش به نظرم آدما رو میاره سمت دریلن بازم اینجوری. بریم سیستمی که الان ما چیدیم واقعا خودمون یه رکورد زدیم برای کار خودمون تو مارکت ایرانی که الان همه جای دنیا تو صفحه های اصلیشون تو ترنداشون دارن ما رو تو یه روز میبینن. و این کار ما باید بزرگتر و بزرگترش بکنیم. چه جوری؟ ایده که من سر حله داشتم بچه‌ها، خب ستاتون میدونید این حرفو اولین جمله من گفتم اول یه بزرگیت بزرگ ایرانی میکنیمش، بعدن یه ریمیکس میزنیم کشورهای دیگه بیان ورساشون رو بزنن، اصلا برای اینکه خودمون رو ثابت کنیم. آقا ما با نسل جدید و نسل 4 یا مشکل نداریم. من تو اون ریمیکسش هم یکی دو تا از بچهای نسل 4 که واقعا خوبه تو اون ریمیکس حله اونا رو میارن کشورهای آقا ورس خوب داری بیا بز ود باد به قوله آقا من خودم نسل 4 رو همایم کنم سر میکس حله و بهترینشون اونایی که واقعا ببینید تو کار واقعا یه چیزی تایید چند تاشون هست کار نداره حمایت با اعصاب ترین نمونه حسین تویی رو اولایی با اعصاب ترین نمونه 100 درصد اونو قبول دارم. بعد می‌خواستم بگم که یاد رفتش اون شب دیشب که بچه‌ها داشتن اینو گوش می‌کردن اصلا خبر نشن قراره امروز صبح چی بشه. آره ولی چیزی هستش بگم الان من واقعا درکشو میکنم چون واسه ما اتفاق افتاده. خب یعنی تو هر کاری بکنی بهتر، مثلا میگم من این ویدیو دیگه
خیلی جاهاشو مثلا من رعایت کردم دیگه، اینو بچه ها همه حال میکنم با این ویدیو. باز چند نفر پیدا میشه میگن این چه کسشریه، من فلان، چرا اینجوری گفتی، چرا اون کاری، کما اینکه ما خودمون گفتیم آقا مثلا اینجا ما چون ریاکشن داشت میرفتیم خب حالا درست مثلا خیلی ذوق زده بودیم واسه ورسای بچه ها، ورسای مثلا رپر ها و این حرف ها، خب ولی باز مثلا چون مثلا همیشه اون چیزی که بزنم میرسید اون لحظه چرا اینجا اینجوری بود، چرا اونجا اونجوری بود، به اونش هم توجه کردیم خب. و مثلا حالا اومدیم با بچه های پرشنر ریاکشن اومدیم یه ذره ادامه تر صحبت کردیم اون حرفا، با توجه به اینکه یه سری داستانای دیگر رو نمیدونستیم که قراره در آینده این چه اتفاقی روش بیفته، هم ریمیکسش قراره بیاد فلان، حالا هر چی خب کاری نرم. ولی دارم میگم که الان دارم میفهمشون که میگن آقا ما این همه مثلا کار خفن کردیم، باز اینا یه سری میان ایراد ازش میگیرن. دقیقاً چون من خودم مثلا این کار کردم، ویدیوهای داشتم آقا این دیگه ته ویدیوه، پس این چه ایده ای زدیم چیکار کردیم، باز ایراد میگرفتم، ای بابا هنوزم میفهمشون کاملا. اینجا ناچار سن یه دونه کار بودش که میگفتم وضعیت اگه هزار برابر از این بدترم بشه بهش فکر نمیکنم. اونم امروز فرستادم، خیلی باحال بود رون ویته که فرستاده بودی، خیلی باحال. حالا داداش ببین امتحان میکنیم دیگه، قرار شد که بازی کنیم ببینیم کدوم بیشتر میخوری که بیشتر وقت بذاریم. که حسین فکر کنم این کاره که من امروز برات فرستادم از خودت تو اصلا یادت نبود. نه آره اصلا یادم پشمام میاد چقدرم کار زیبایی بود. ببین میدونی چی شد، حسن بابا به من حجی آلبوم چارتا این پشمه آجوسن هم ریخته دیگه، چی میخواد دنیا. خب حجی خیلی حال کردم، بیگ بنجه خیلی کارا کرده، فقط این داستان حل نبود. ولی واقعا حجی اصلا نصف اینم مثلا بود این چیزی که بود، خب باز میارزه مثلا چهار نفر دور همجام چون این همه دارن پروژه با هم میبندن. ببینی اصلا دارن معادلات عوض میکنن این چهار تا حاجی. الان من دارم تو فکرم که مثلا بقیه کامیونیتی رپ الان دارن با خودشون چی فکر میکنن، چیکار میخوان بکنن. الان جلز بلزی که پیش میگفت دارن الان جلز بلز میکنن که آقا چیکار کنیم ما الان. الان اونا باید برگشون اونا رو بکنن. حالا لیتو و خلصه که رفتم و بچه های نسته چهار اونا یه برگ از خودشون دارن این حرفا اون بحث جداست. ولی میخوام اینم مثلا الان زد بازی اون ور مونده، ملتفت اون ور هستش، زد بازی الان احساس کنم زد دستشون بنده، همه پایدار الان مثلا قاطی این داستان اصلا نیست. این چی نگم الان همه باید یه حرکتی بزنن وگرنه جام این قطاره را افتاده. آجی جالب میشه اصلا ملتفت و پایدار با هم یارشن نمیشن، چون که من دیدم ملتفت همه گوش کردم میرم کل همجوری گفتم. آره خب امروز رضا هر چی از دهنش در اومد بهمون گفت دیگه، نگفت خودش رد دادم اونم تازه ما همینجوری این دیوس آهنگ هم میخونه تو آهنگ هم آدمو پوش میده. بعد میدم یه وقتا یه حرفا آره ولی داشت دیگه تو رفاقت و کار دیگه، دیگه این حرفا واقعا نیست که بیا بگی آی اون من فوش داد من نکنم آی اون فلانه. آقا من دارم اینا خیلی داستان دارم با خودشون، آجی خیلی داستان دارم نمیدونم رپرها داستانشون چجوریه با هم دیگه. آخه ناکن آخه یه چیزی هستی آتیسا همیشه خیلی چیزن، خیلی حساسن، این ممکنه کوچیکترین چیز بهشون بر بخوره. ولی این چهار نفر فکر کنم انقدر رفاقتشون مثلا صمیمی هستش به همین راحتی ها به هم دیگه بر نخوره، میدونی یا بر بخوره هم کوتاه مدته به نظر میاد. حالا ان شاءالله که بریم ما واقعا با همه بدی ها و خوبی های هم دیگه رو دوست داریم. اینجوری نیست این که اصلا اصل انسانیت خواهر برادر و زن و شوهر که دعوا میکنن تایید دلشون هم دیگه بودن. اینو یه بارم تو گروه گفتم داداش نکنه ما داریم به سمت گیبی ها فیلم هنگوور داداش داستانمون شاید فیلم هم ساختیم خدا رو چه دیدی اصلا ما معلوم نیست چیکار کنیم. ایده که دمیر دادی گفتید 4 تا داور بشیم واسه آقا من اینو خیلی هستم تو فکر کنم ما 4 تا یه لحظه این تصویر رو اینو منم هستم شیخ که ما 4 تا من و حسین رحمتی و حسین توی و رضا بیشتر نشستیم داریم گلم کشیدیم چت نشستیم داریم به یه سری نسل جدید داوری میکنیم. واو بدون ببین یکی بر هزار رو بگیره اونجا یا فل بدای یارو رو میجوی میذاره و یارو رپ و کلا میذاره کنار. آره همونجا با شعر و ملودی جواب مخاطب میده چیه برمی دارین چهار چونی رو میذارید جلوی چطور برای کنبه سانسل کنی؟ داش برای چه نه اومدم گفتم خیلی الان آن باز به یه سری بر میخوره ولی آقا چهار تا چاقالو برای چی میذارید جلو دور میشن داور بیان پدر این قضیه بچه هایی که از اون اول داستان بودن و آقای اسپانسرینگای محترم درست خرج کنید دو خط از آخرش. آره درست خرج کنید برای چی اشتباه دارید میزنید یارو میره رو استیج منم کسو شعر میخونه کلی آدم هم باهاش کسو شعر میخونن تو ایران دارید اشتباه میزنید تمام شد رفت تو خرج آخرش اصلا حاجی ولی راست میگه مثلا همون برنامه رو کاری نمیخوام مثلا چیز هیت بدیم بکش ولی همون برنامه مثلا استیج و اگه داوراش مثلا این 4 نفر باشن خب یا حالا 4 تا رپر خیلی معروف و با محبوب ایرانی باشن آجی اون کجا ویو میخوره خب ویوش خیلی بالاتره اصلا خیلی احمق اصلا یه وضعیتی آجی
البته میدونی یه چیزایی هم هستش، مثلا بحث سیاسیت و فلان، آره ولی... سیاست کاری از آره، آره. سیاست اونجوری اونم که پولش مهم، ولی اگه پول اگه موضوع پوله که باید به سراغ اینا خب حالا یه استیج داشته باشیم فکر کنم با مثلا با داوری پیش حاجی آخر نگم چهار تا چیزو میتونن بدن که واقعا هر چیز لازم داره، یعنی هر چیز مثلا نگم همه چی توش هست تو این ترکیب، جالبیش اینه مثلا میدونی نکه رپرهای دیگه هم خیلی خوبن ولی مثلا تو این ترکیب همه چیزی که لازم داری توش هست. میشد میگم اینش با حاله واقعا. بگم لطفاً همون اندازه که همدیگر داریم تش میدیم همه بچه‌ها کانال یوتیوبش رو سابسکرایب کنید، بیت بالا زشت هستن آخه. دقیقاً. واقعاً زشت. اون داستان تیم ملی داستان هم جدی بگیرید. واقعاً زشت یارو میکاپ درست میکنه 3 میلیون سابسکرایب داره، داره نشون میده چجوری میکاپ کنید. یارو داره بلنج میشکنه تو اینجا 5 میلیون سابسکرایب. خداش الان من خوش نباد بدم. آقا نه چرا اصلا منو خورد میکنه؟ آره دیگه همون دیگه میگم بذار با دو تا حسینا فوش دوست کنم خدافظی کنم، من یه ذره فوش دادم دوباره بذار فوش بده آقا بچا خدافظ دمتون گرم مرسی دمتون گرم خدایا واقعا فوش لازم داره وقتی یارو واقعا اینجوری گردن رو هی اینجوری میکنه قلنجی من دیدم اونو اون دیدم که داره تویش میگفت خب و اون میکاپ هم دیدم یارو نشسته داستان مثلا ترسناک تعریف میکنه در حال میکاپ زدن خب یا اینکه حالا کارهای دیگه میکنه اون نه به قرآن خیلی کشه من نفس ویدیو ایرانیه ایرانیه خارجی آخ خارجی ببین تو 1 بیلیون نه 7 بیلیون جمعیت نذار نمیخوام ایرانیا رو مثال نزنم ازتم نکن بس بگذرم برو ببین بده ماش من مثال نذارم نه باید کیلتو بکنی تو اون هواداری که داداش میدونم تو چی میگی من نمیدونم داداش هر چه انرژی مثبت باشه صاحب هزارو زدی شما اینو بفهمونه رد میده ول آخه داداش این فوشه بی قرار داره ولش یه چیزی بگم فوشه بی قرار این برام بچا دارن دورم جمع میشن حالا خوب میشه ما هم دیگه رو میخواستیم داداش کنار زندگیمون باید این رفاقتا می اومد تعریف بشه حالا واقعا نیاز داره من میگم آقا شما اومدی 20 سال رپ کار کردی هی هر وقت میشوی پیشرو خفنه چهار تا داداش چیز گذاشتین کدوم تو اینا خفن بود همه گفتم پیشرو برای چی باید زیر 100 هزار تا باشه چنل یوتیوبش من کیرم تو دهن اون معرفت پیشرو نداشت تو پیشرو هست داداش من میگم کیرم تو این معرفت چطور میشه 20 سال زحمت بکشی تو رپ فارسی اصلا خودمو نمیگم آقا ایشونو میگم چطور میشه 20 سال زحمت بکشی زندان بری فلان بری 20 سال بری یه کسکشی نیاد برات یه دونه پاسپورت بده بری اونجا یو ان امضا بزنی من شاشیدم تو این معرفت اگه من دارم اشتباه فوش میدم من خودم آدم حاجی من داشتم یه چیز جالبیم همین ویدیو خب نکن اینجا ویدیو رو 400 هزار نفر در لحظه‌ای داریم نگاه می‌کنیم دیدن 401107 تا ویو خورده چرا الان این ویو این سابسکرایب 401 ممیز 107 هزار تا سابسکرایب نیستش ها کامنت ها چرا 13 هزار تاست بجنگ نه حالا کامنت ها چی کامنت حالا نظر ممکن اونقدر نظری نشه لایک چرا 34 هزار تاست دوشمه حسابو که میتونی بزنی که نه لایک چرا 30 هزار تاست این از این اصلا ویدیو خود ما جیم اگه 100 هزار نفر اون ویدیو ندیدن چرا ما الان 100 هزار سابسکرایب نداریم نامردو خب همه تو هم که حال کنیم حالا بگیم ما 10 درصد اون حال نکنیم ولی از مشخص از کامنت ها دیگه چقدر حال کردن خب از اوریج ویو دوریشن مشخصه که چقدر تون حال کردین دیگه خب کاری ندارم دیگه بزنید این دکمه است دیگه نه مرد خب بریمتش ولی داداش یه موقعی باید بیاد من کیرا توی داوری دیگه این چه داوریه یارو میکاپ میکنه الان تو پاس داداش یارو میکاپ میکنه چونش که کو میده گوسفیش 2 میلیون سابسکرایبر داره 20 سال داری رپ میکنی یک شب داریم خواهیم مالی میکنیم هنوز به 100 هزار نرسیدی خب اینو این آدم معرفت رو باید با پا بری تو کسه ننش اتفاقا فورا بزن تو حالا مثبت و ایشون ولی بحثش هم درست میگی آقا درسته یکی از کامل ترین شبایی بود که ما رو مثلا کسایی که خیلی قضاوت میکنن خیلی چیزا رو در مورد ما فکر کردن شبایی که از کامل این بهش میگه میگم جا نداری دیگه یه نقطه هم میذاری خود کیرم تو این داوری اینجا یه ذره نقطه جدا داری اینجا داری خدا من دفعه نقاشی خشی هم وسط سر من رفتم ببین کجا رسیدیم داش ببین من همه اینا زخم خش تازه زده ببین الان به کجا رسیدیم داش الان من حاجی من دیدم دستش قیمه کنه آره. رنگ در اگه زخم باشه که اینقدر روش راحت دستش تکون نمیده درد داره این دستش هم ازش یه سخت زخم تره بیشه سر آخه سر بند انگوشت هست زخم روی اینجا خیلی درد داره من قبلا زخم شد اصلا بودم کیری میشه منم بودم یه ساعت فوش میدم به همه حاجی فوش دادم نه داشت طبیعت داره پشت میده واقعا کیم من تو این داوری رضا میشه داشت کوینا رو درد نمیخوره من رضا پشت داره یا درد نمیخوره اصلا داشت چرا یارو بعد بیاد 69 تتو کنه 30 تا لامبورگینی سوار شه داشت من بعد میام میگم به نظر بده این لفروش پولش نه بردم دادم بس کامل ببرمشون سمت آخر ولی این دنیا فانی داده ببخش ولش کن یعنی تو ما بزنین تو آسمون دست دوزا بهش نرسه جویس فور د آدرز آی ام جاست آی ام یو من هیر جویس فور تو آدرز نه بده شه
رقم جوست بیه و من آدم هم اینجا گله جمله فارسی کردش انگلیسی خیلی خیلی با خدایی بی جهت و بی خودی فوش نمیدم من با من ندادی هیچ کدوم اصلا فکر میزنی خشوه هایش همه درست الان تو چنل رضایی خودش نیست چنل شست مهمه من بیادمی میکنم ولی انصافا آیا این انصافه که اون وقت یه دونه آهنگ میاد بیرون خیلی باور کن من خیلی دیدم رفتم معنیاشونو چک کردم آقا واقعا داره چرت و پرت میگه و واقعا همون کاریه که ما داریم میکنیم نازو ما خیلی بیشتر وقت گذاشیم چرا این باید با 20 دلار مورینی بره بیاد ما باید 700 دلار درآمد داشته باشیم از این حاجی این دیگه متاسفانه چیز دیگه داستانه که اونا انگلیسی میخونن کل جهان گوش میکنن مال چیزو اینا رو بچه‌ها رو هر ایران فقط گوش میکنن یک دو اینکه اونا از قدیم این چیزا زیر بنا حالا هر چی خب داشتن که آقا باید از یه سری پلتفرم گوش بکنی که پول بر زیر ساخت مرسی زیر ساخت داشتن که آقا باید اینجا گوش بکنیم فلان این حرفا قانونیش اینه راه درست اینه حرفا خب حاجی چند ساله الان مثلا اومده استریم و فلان حرفا قبلا همه ساله تلگرام میدونی چون یعنی تازه الان میتونی پول در بیاری و فلان و این صحبت ها خب داستان اینه حالا بعد تازه بعد یه بچاسی ایرانی میخواد چی بکنه بگه آقا چرا من ایران میدونم آدم تنها چیزی میتونی بگی اینو میتونی بگی یعنی تقصیر کسی خاص نیستش حالا داره یواشاش خوب میشه خدا رو شکر خواسته یکی ازتون دارم درآمد چنل من این ماه افتضاح بوده بگیرتون صاحب کنید همه رو بچا کارش که الان ازتون دارم اینه که یوتیوب رضا و یوتیوب حسین تویی و مخصوصا یوتیوب حسین رحمتی رو خیلی بیارید بالا واقعا حقش این نیست من ریاکشناتون رو میبینم تا حسین میاد همه میگیم بابا امام اومد فلان اومد بعد خب کسکش امام یک میلیون بعد از درازام سیراب داشته باشه علکی که نمی نباید بیاید سلطان رو ببندی به ما امام رو ببندی به اون نمیدونم شاه رو ببندی به این شاه میکنی باید 10 میلیون چنل یوتیوبش باشه سلطان میکنی بیابون خب باید بذار من اینو بهت بگم 20000 تا 100 تومن لاقل باشه شاه بودن یعنی تو بیابون هم خدا واسط یه چیزی میذاره که زنده بمونه که بله. تموم شد رفت خب خودت میدونی داداش من میگم ولش کن من دارم میگم این که به چونه ما ببندی سلطان و شاه و امام کافی نیست نه بابا این پیرسینگ تو برجسته است خدایا تو برجسته ولی وایسا جالب ولی راست میگه راست میگه ما خودمون هاجی ما نه واقعا درست ما سعی اونو کردیم یعنی تا جایی که تونستیم هر وقت لینک گذاشتن و لینک چنل ما سعی کردیم همت خودمون داشته باشیم از اون طرف دیگه سابسکرایب کردیم مثلا عشق برام اینا همشون یکی هستن اینجا بریم امام ببین من رو حله خیلی کار بالی کردم داداش من میگم مثلا میکسش فاهمی بود الان حسین تویی امروز یه میکس کرد اون حواله داشت اصلا فاطمه میادش بچه‌ها من رو حله اصلا اینکه بگی ورس من خودم اولش اومدم شکست نفسی کردم منتها این شکست نفسی من باعث شد که یه سری ها گوه بخورن من شکست نفسی کردم وگرنه ورس من رو حله رو دیریل در جهان نمیدش نیست نه فقط در جهان یک نفر رو بیار داشت رضا رو بیت دید بابا نکش نبود قول بیم بعد پشه رو کش دیگه بابا نکش داشت ما پشه تتو کردیم رو بدم تو میکشی آره داداش اینا بیا داداش پونه تو چجوری میمیکه وقتی مثلا پشه این همه توی همه توی دنیا یه را سب کن کارونه میزنن اون پشه ای که میزنه نیش میزنه تو داداش اون نیش میزنه تو هم نیشه شدن چرا میکشیش داداش اون که نکشه تو خدا نمورد نیش میزنه داداش نمورده اولا زنده است جان من دیگه نکشی یه رو مخبره میکشم ریاکشن داشتی یه ها این شکلی شد گفت چه کش اصلا انگار قبلا اتفاق افتاده بوده بهش گفته نکش خب بابا نکن اینجوری به نظرم یه چیزی بوده اصلا تا حالا نیده بوده خیلی وقته کسی پشه بکشه یعنی الان یه بعد یه مدتش یه سال دو سال دیده یکی پشه گفت یعنی پشه کشتی من احساس میکنم که منظورش قبلا بهش گفته آقا نکش اصلا اینجا خب بعد یه بار دیده بک داون نکرد گفت آقا من عزیزم کنه میکشم ولی من قبول دارم پشه جزء حیوانات موذی بعد بکشی اون حرف من حاجی من یه چیز جالبه ایم من جدیدن خودم تو همین فازی که انده تلو اینا میگم هشتر نمی کنم هریشم آره چیز دارم اسمش یه یارو هزار پایی دارم بعد گفتم هی نگاه شده من کسیش نه یا اینجا اگه بیای میکشم اتا نه با بیا این طرف باید حرف داره اون سراخه هی باید همش حرف دارم سش داره میاد سمت مثلا یه طرفی که نباید میرفت ها گفتم دیگه مجبورم تهری من بهت گفتم نیا گوشتمش ولی خب آره از آفازوی آن تا دو سه ساعت ولی حرفای تطوری جالب بود این که شکست نفسی این دستان آقا یه لایو بسیار طولانی ولی واقعا ارزش هر لحظه به دستان داشت نمیم چقدرش قراره کات بکنم چقدرش رو نشون بدیم ولی خیلی خندیدم و خیلی هم کیف داد و چند هم حال کردم که بغل هم دیگهشون رو قطع کردم. انرژی خوبی دادم بهمون. حاجی آخه ما بدبختی داستانی که هستش مثلا میگن آقا چرا فلان حرفو زدید و این حرفا ما اگه نزنیم اونور مثلا به اون میگن آقا چرا مثلا نمیگی شما خایم مالی یا فلانی یا مثلا جرأت نری حرف بزنید. بعد بزنین خب ناراحت میشن میگن آقا مثلا شما دارین این
اتحادی که شکل گرفته رو شما دارین مثلا چیز میکنین، چی بهش میگن خدشه‌دار میکنین با گفتن حرفا. یه ذره الان من خودم از لحاظ چیزی چش میگن وجدانی دوچار دوراهی شدم، دوچار که نمیشم به دوراهی رسیدم. میانه رو نگه داشتش دیگه، یه ذره شرایط چه میانه ای وجود داره؟ میانه اینی که هم خوبی ها یه هم بدی بگی دیگه، دو طرف داشته باشی. خب ما که همین کار کردیم که ولی راضی نشدن دیگه. نخواه اینا هم ما رو که نگفتن که بقیر گفتن. آره راستی ما رو یه بخواد گرفتم، خودم گرفتم. آره آقا امیدوارم که لذت برده باشی از این ویدیو. اگر ویدیو اگه کاملش میخوام ببین تو دیسکریپشن هستش لینکش، چنل خود رضا پیشرو برید اونجا سابسکرایب بکنید، همه رو بکنید و همه رو سابسکرایب بکنید. امیدوارم که ویدیو لذت برده باشین. تا خراب دیگه نکردم، تا ویدیو بعدی، فعلا.